درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 8 تیر ماه همراه ما باشید. در حالی که اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران به 8 روز پیاپی خود رسیده، گروه‌ها و نمایندگان کارگری بیشتری در سراسر جهان و همچنین داخل ایران از این اعتصاب حمایت کردند. دبیر کل اتحادیه جهانی اینداستریال که مقر آن در ژنو سوئیس است، در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن حمایت از اعتصاب کارگران صنایع نفت از دولت خواست بدون تأخیر به مطالبات آنها رسیدگی کند. همزمان شبکه سراسری نمایندگان اتحادیه‌های کارگری بریتانیا نیز از اعتصاب کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی حمایت کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد. او گفت طی سال‌های گذشته دفتر وی شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، در مورد نفوذ سازمان ملی اطلاعات اسرائیل موساد در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و آن را به رقابت بین دستگاه‌های امنیتی موازی نسبت داده است. وی گفته در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. دولت لبنان با هدف حل مشکل کمبود سوخت در این کشور قیمت سوخت را افزایش داده است. هفته پیش بود که دولت این کشور تصمیم به حذف یارانه سوخت گرفت، بلکه بتواند طی 3 ماه به ذخیره کافی دست یابد. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، با حضور در مراسمی در امارات متحده عربی سفارت اسرائیل را افتتاح کرد. این نخستین سفر یک عضو کابینه اسرائیل به امارات متحده عربی است. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت وزیر خارجه اسرائیل در جریان این سفر 2 روزه همچنین کنسولگری اسرائیل در دبی را افتتاح کرده و شماری توافق‌های همکاری‌های اقتصادی هم امضا می‌کند. آقای لاپید در جریان افتتاح سفارت گفت اسرائیل خواهان صلح با همسایگانش است، با تمامی همسایگانش. ما هیچ کجا نمی‌رویم، خاورمیانه خانه ماست. او افزود ما اینجا هستیم که بمانیم. ما از تمامی کشورهای منطقه می‌خواهیم آن را تشخیص دهند و بیایند و با ما گفتگو کنند.